درود بر شما. بعد جستار با من هارون معترف خوش آمدید. سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی نخست وزیر پاکستان در اظهارات تازه‌اش گفته است که ما با آمریکا در مورد افغانستان به توافق رسیدیم. سرتاج عزیز گفته است که آمریکایی‌ها به نقش پاکستان پس از خروج نیروهایش پی برده است و قرار است یک دفتر استراتژیک در پاکستان برای راه حل افغانستان ایجاد شود. آیا این دفتر واقعا اهمیت دفتر قطر و سایر دفترهایی که در گذشته برای طالبان برای گفتگو ایجاد شده بود همتراز است یا متفاوتر؟ برای بحث بیشتر آقای احمد سعیدی و همچنان بشیر بیژن تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستند. میهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. بابت آقای سعیدی اجازه بدین با شما آغاز کنیم. مشخصا دفتری که قرار است در پاکستان ایجاد شود و نکته که آقای سرتاج عزیز مطرح کردن چقدر میتونه خوشبینانه باشه، چقدر میتونه صفحه جدید بین رابطه افغانستان و پاکستان ایجاد کنه؟ بعد سلام عرض ادب خدمت شما جناب دوست گرامی و آقای بیژن و بیننده های تلویزیون پروگرام جستار. سلام. تلویزیون شما عرض میکنم که قبلا مقامات آمریکایی سوژه یا پیش منظر از این دفتر مطرح کرده بودند. به معنا که مقامات آمریکایی گفته بودند که ما دفتری به نام استراتژی مشترک بین افغانستان، پاکستان و آمریکا میسازیم. جای تعیین نکرده بودند که حالا آقای سرتاج میگه که مقرش پاکستان خواهد بود. و با این اعلان شورای امنیت افغانستان جناب آقای کرزی عکس‌العمل جدی نشان داد و مشاور امنیتی آقای دکتر اسمنتا و وزارت خارجه را موظف ساخت تا ارزیابی کنند که پس منظر از این دفتر چی است و این دفتر چی میخواهیم. اون چی که من باور دارم و آگاه هستم طبق میثاق‌های بین‌المللی روابط کشورها از طریق وزارت خارجه از راه دیپلماتیک حل و فصل میشه، اما امریکا به این نتیجه رسیده این تجربه را در گذشته در ویتنام هم تجربه کرده. امریکا به این نتیجه رسیده که حضور تروریسم، القاعده، مشکلات در افغانستان، پاکستان، روابط و همچنین جنگ استخباراتی در منطقه، حضور نیروهای دهشت افغان باعث ازی شده که بعد ازی اداره پاکستان و افغانستان را از طریق اداره دیگری باید رهبری کرد. اون اداره FBI و CIA هست، یعنی اداراتی معادل وزارت خارجه و بزرگتر استخباراتی باید ایجاد کرد تا اونا بتونن جای پایی در قضایا بیشتر دخیل شن. دفتری که ایجاد میشه که مقر شما گفتین که سرتاج عزیز گفت پاکستان خواهد بود، این دفتر دیپلماتیک نیست، این دفتری نیست که میثاق‌های بین‌المللی را اونچه که قبول شده از طریق وزارت‌های خارجه قبول کنه، بلکه یک دفتر استخباراتی ملکی و نظامی خواهد بود که در قضایا میتونه دقیق‌تر تصمیم بگیره، عاجل‌تر عمل کنه و کسانی که صد راه عمل کردی امریکا در این منطقه میشن از اون طریق دفتر میتونه اونا را از سر راه خود زودتر برد. حالا اگر دفتر استخباراتی باشه چقدر میتونه صادقانه و همه جانبه عمل کنن؟ فکر میکنین که یک دفتر استخباراتی تا یک دفتر دیپلماتیک متفاوت عمل کنه؟ بله، دفترهای استخباراتی در قضایای منطقه در اون قضایا از طریق اجنتوری بیشتر داخل هستن، مانه‌ها و راگشاها را بهتر میدانن کی صد است و کی راگشا هست. احساس وقتی که کنن که فلانی صد دست در سر راهی ما احمد یا محمود یا نهاد دیگری، میتونن از طریق اون اداره و از طریق ادارات دیگری که قبلا در امریکا به نام بلگواتر یاد میشد حال نام دیگری داره، مانه ها را از سر راه خود از اون طریق بردارن. سپاس. از قبیلی حلقه های زنجیری، کشتن ها و بستن ها و بالاخره فشار ها. سپاس. آقای بیژن، پاکستان به عنوان یک کشور دشمن خطاب شده و گفتن که لانه های توریسم هم در پاکستان است و مشخصا پاکستان به عنوان کسی که حامی طالبان گفته میشه. حالا اگر دفتر قرار باشه که در پاکستان به خاطر راه حل بر افغانستان ایجاد شود، چقدر میتونه پاکستان به عنوان یک، با توجه به اینکه چنین توضیحی من دادم پاکستان خطاب شده، میتونه به نفع افغانستان واقع شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما جناب سعیدی و بینندگان عزیز. اجازه بدین مختصر اول ایره بگویم که یک مدت پس از حضور نیروهای خارجی در افغانستان و جستجویی که ما کردیم و پی بردیم که در اینجا برخی از اهدافی وجود داره که او اشاره بر حضور دراز مدت یک بخشی از قدرت‌های مهم جهان داره در افغانستان، ایره ما پی بردیم که قرار است جغرافیای جنگ
تغییر بخوره. خوشبینی بسیار زیاد وجود داشت. حلقات تحلیلگر به این مسئله پی برده بودن در داخل افغانستان، بیرون افغانستان، و پیشبینی ما هم این گونه بود که دیگه افغانستان پس از مدتی باید افغانستان دارای صلح، افغانستان دارای ثبات باشه. یکی از دلایل منطقی هم برای این مسئله حفاظت قرارگاه های نیروهای آمریکا و یا نیروهای نظامی خارجی در افغانستان که طبیعتاً برای شرایط صلح و ثبات نیاز داره، تا این قرارگاه ها مسئولیتشان تضمین شود. بالاخره ما به استقبال بودیم و در انتظار هم بودیم که جغرافیای جنگ حداقل به طرف پاکستان تغییر خواهد خورد و علائمش هم مشهود بود. اما متاسفانه بازی را که رئیس جمهور کرزی آغاز کرد از دو سال به این طرف، دوباره ما را وارد تردیدها و نگرانی های ساخت. سرانجام مشکوک بودن این بازی که بیشتر احساس می شد ایشان به خاطر به دست آوردن کردیت های معین تلاش هایی را داره، در موقف گیری یا در موضع گیری جدیدشان در خصوص امضای پیمان امنیتی با امریکا بیشتر برملا شد. بله، یکی از شرایط های رئیس جمهور کرزی همچنان که شما اشاره کردین همی بود که پاکستان باید وادار شود که وارد گفتگو صلح و صلح عملی بسازه. فکر میکنین ایجاد این دفتر چقدر میتونه با شرط هایی که رئیس جمهور کرزی اشاره کرده و مطرح کرده یعنی همخوانی داشته باشه؟ ما تجربه بالای 60 سال سپری کردیم و این تجربه مربوط به مراحل و حوادث مختلف تاریخ این مدت است. بنابراین هیچگاه منطقی و عقلانی به نظر نمی رسد که ما با گمانه‌زنی های کاذب در انتظار باشیم که پاکستان روز فرا خواهد رسید که گویا نگاهش صمیمانه و نگاهش توهم با رغبت انسانی باشه نسبت به افغانستان. اراده شوم و اراده پلید پاکستان منطقا تغییر ناپذیر خواهد بود. منطقا تغییر ناپذیر است. در این زمینه هم دلایل متعددی وجود داره. به عنوان مثال اجازه بدین به شما یک دلیل بگویم، این که پاکستان به طرف تجزیه در حرکت است و رهبران پنجابی تبار پاکستان احساس و دریافتشان این گونه است که تسلط بر افغانستان و بحران در افغانستان حداقل میتواند ضمانت بقای پاکستان داشته باشد. به این دلیل پاکستان با هر موقعیتی که تقرب پیدا بکنه ارادش اراده خصمانه و شوم است. پس از وقفه کوتاه همچنان این بحث ادامه دارد. ادامه جستار است. آقای سیدی، در حالی که سرتاج عزیز سفری داشتن به آمریکا، فکر میکنین که و آقای سرتاج عزیز گفتن که ما با آمریکا به توافق رسیدیم، در حالی که آقای بیژن گفتن که اراده پاکستان منطقا تغییر ناپذیر است، وقتی می سرتاج عزیز اعتراف میکنن که ما به توافق رسیدیم، حالا رابطه افغانستان و پاکستان هم چندان خوب نیست و شاهد هستیم که تیره است یک مقدار روی موافقتنامه امنیتی، چقدر میتونه که موضوع مهم باشه؟ من با این حرف که اراده پاکستان تغییر ناپذیر است به جناب آقای بیژن 100% توافق دارم. هدف آقای بیژن این است که در مورد افغانستان تغییر ناپذیر است اداره زنان، نه در مورد امریکا. من فکر میکنم همونطور است آقای بیژن. بله، واقعا در مورد افغانستان پاکستان عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد. یک، شما میدونید که در شرایط موجود بعد از اینکه لانه سامه در پاکستان پیدا شد و او را کشتن و بعدا امریکایی ها در پوسته سلاله مومد جنسی حمله کردن، مناسبات پاکستان و امریکا حسنه نبود. راه اکمالات بس شد و مشکلات زیاد بود. ای را پاکستانی ها درک میکردن و پاکستانی ها در شرایط موجود میدانند که هندی با یک که در منطقه در قد یک گول اقتصادی و سیاسی هست و حریف ما هست. بله، بدون حمایت امریکا که یک ابرقدرت است، ما نمیتونیم در مقابل هندوستان استادگی کنیم. پاکستان
مشکلات اقتصادی دارند، تروریسم است، جنگ داخلی پاکستان است و همچنین حرص و آز به خاطر اشغال و تصاحب افغانستان اینا به قلبش است. حالا سرتاج عزیز مشاور خارجی و امنیتی نواز شریف وقتی که به امریکا رفته علاقمند است که امریکا با پاکستان قرارداد استراتژیک دراز مدت امضا کنه. روی چی دلیل؟ از یک طرف با این قرارداد از حمله هند کمک خاطر جمع میشه، دوم با این قرارداد استراتژیک امریکا میتونه پاکستان کمک های اقتصادی و سیاسی کنه و پاکستان هم علاقمند است که اون چرا که من حیث جندار به منطقه به خاطر حمایت تروریسم از دست داده یک بار دیگر اعاده کنه در این منطقه و من حیث جندار به منطقه مطرح شه، چون امریکا و ایران تا هنوز روابطش حسن نیست، با چین مشکل داره، هندستان و روسیه و چین حاضر نیستن مانند پاکستان برای امریکا مزدوری کنن. یک دوم پاکستانی ها در سیاست بسیار هوشیارن، میفهمن که با حرکت های جناب اخیر آقای کرزی روابط افغانستان به امریکا حسن نیست، دیگر افغانستان با صحبت هایی که آقای کرزی اخیر کرده یک دوست استراتژیک و مطمئن و یک پارتنر قوی برای امریکا نیست. بنابراین از این آب گیلالود که به سیاست های افغانستان باعث یوزو شده باید اقدام کرد پاکستانی ها و موهی گرفت که او موهی قرارداد استراتژیک با امریکا است و جلب کمک های امریکا است. یک دوم اون چی در بخش دوم سوال شما میدونید که در این وقتا حکومت افغانستان رهبری افغانستان صحبت های میکنه بسیار انقلابی. من امیدوار هستم که جناب آقای کرزی بشنوند که مردم امروز بعد از این در قلب مردم افغانستان و دنیا رهبر جا پیدا کنه که برای مردم کار فراهم کنه، برای مردم امنیت بیاره، برای مردم آسایش پیدا کنه. هر رهبر حکومت، امیدوارم که حکومت افغانستان بشنوه، هر رهبری که بخواه با مشتای گره زده ملت اداره کنه با مشتای باز از صحنه سیاسی دور میشه. سپاس. برمیگردیم با آقای بیژن، یک موضوع رو مطرح میکنیم، پس با شما برمیگردیم. آقای سیدی، در حالی که سرتاج عزیز میگه که ما به توافق رسیدیم، فکر میکنید چقدر در یک هماهنگی با افغانستان این توافق صورت گرفته؟ آیا منجر با اختلافی که در قطر صورت گرفت و روی مرکز گفتگو با طالبان در ترکیه قرار بود باز شود، فکر میکنید که با چنین سرنوشت موضوع دفتر استراتژیکی که در پاکستان اشاره شده منجر نشه؟ جناب سیدی به نکات بسیار خوبی اشاره کردند. این توافق به معنی پرداختن بر وضعیت افغانستان نیست، این گونه نباید تعبیر شود. این توافق از اون منظری است که از 4 سال پسین آمریکا پاکستان از دامن خود دور انداخته بود و این مسبب شد که پاکستان بسیار به شدت به طرف تجزیه حرکت بکنه. همه فاکتورهای تجزیه پاکستان شما در حوادث و رویدادهای 4 سال پسین پاکستان بسیار به خوبی میتونین مشاهده بکنین. پاکستان از این لجاجتی را که دولت افغانستان یا بهتر از بگویم موقف مشکوکی را، موقف نگران کننده و تردید برانگیزی را که رئیس جمهور افغانستان اتخاذ کرده، پاکستان باز یک بار دیگر چانس طلایی نصیبش میشه. خیلی خوب، پس وقتی سرتاج عزیز گفته که به اهمیت پاکستان آمریکایی ها پس از خروجش پی برده، واقعیت دارد؟ در گذشته اهمیت قائل نبود نسبت به پاکستان. آمریکا گفتیم اهداف استراتژیک در منطقه دنبال میکنه. وقتی وضعیت آمریکا در افغانستان این گونه میشه که سلطان افغانستان میخواه برای علایق خودش و خواسته های خودش یک بار دیگه این ملت فدا بکنه، مثل که در 50 سال پسین زمامداران افغانستان همین گونه برخورد کردن که همیشه ملت فدای خواسته های خودشان کرده. از این فرصت سرتاج عزیز به عنوان نماینده پاکستان میدونه چگونه استفاده بکنه و برای حفظ جغرافیای جنگ که او افغانستان باشه در این برنامه آجنده وجود داره. ما سخت نگران هستیم. من نمیدانم مردم افغانستان چی وقت بیدار میشن،
چه وقتی به سرنوشتشان مسئولانه برخورد میکنند. یک آقایی که هیچ حق نداره و عنوان رئیس جمهور نظام منتخب مردم افغانستان کاری را به میل خودش انجام بده ولی انجام میته، اما مردم سکوت اختیار کرده. سپاس. ما که از مردم هم میخواهیم با حرکت های مدنی فارغ از خشونت و حرکت های قانونمند استاد چهین برای دفاع از عزت و شرفتان که در خطرناکترین موقعیت شما را قرار داده آقای کرزی، نمیدانم مردم چرا از خود واکنش نشان نمیده. ادامه برنامه جستار پس از وقفه کوتاه پی میگیره. دوباره خوش آمدید. آقای سیدی، اگر سیاست پاکستان نسبت به افغانستان تغییر ناپذیر باشه، پس اگر اینجا منافع جانبین در نظر گرفته شود و اگر توافق صورت بگیرد در وساطت و در تبانی با آمریکا که منافع دو کشور تضمین شود و به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنند، میشه که تغییر پذیر باشد؟ یارانه هایی که امریکا از ما تقاضا داشت با کمک 12 ساله خود در روزهای آخر سیاست، ما اونا را از دست میدیم. امریکا میخواست ما من ایس یک دوست استراتژیک که امریکا ما را کمک کرده در روزهای دشوار علیه طالب و القاعده، باید در پهلویش استاد شیم. حالا ما امریکا را اشغالگر، متعرض، آدم کش خطاب میکنیم، ولی با همه توریسم حمایگری که پاکستان داره، یک بار دیگر میخواهد در پهلوی امریکا قرار گیری، در حالی که تیرهای بی سرنشین امریکا قبال بمباردمان میکنه. ظاهرا به مردم خو میگویه که نکنین بمباردمان، ولی میره به امریکا میگه اگه میزنیم لالا بزه خب ما را کمک کن. یعنی ایره اون چیزی را که من میخوام بگم. ببینید، در سیاست هنر زندگی هست، ولی بهترین سیاستمدار او هست که قضایای امروز فردا را بدانه. چرچل میگه که سیاستمداری که اوضاع و عواقب یک مملکت خوده 6 ماه پیشبینی کرده نمیتونه که چی میشه، حق نداره که در الفبای سیاست حرف بزنه. دی روزها، البته در سالهای اول، من آقای کرزی میدانن که ما آدم چاپلوس و متملقی نیستم و در حاکمیتشان 10 سال میشه وظیفه دولتی ندارم. ولی من در روزهای اول جناب آقای کرزی در مثال مسائلی که حاجت به مشوره نبود مشوره میکرد، حوصله میکرد. دی روزا به استثنای انتقادگرا ما و رسانه ها که تا هنوز حوصله داره، در مقابل باورها و مشاورین خیلی دیکتاتور شده. طور مثال اکثر وزرا وقتی که با ما تماس میگیرن پشت دروازه ها میگوین که ما با سیاست های آقای کرزی توافق نداریم، وزرایش. اما وقتی که میگم به مجلس میشنن که آقای کرزی سیاست میکنه، هیچ کدومی نمیتونه که کوچکترین جرأت کنه که آقای کرزی این رایی را که میگویی به ترکستان است و در جلسه با آقای کرزی موافق میباشه. بله، حتی شما ببینین مثلا وزیر صاحب مالی کی میگه کرزی صاحب راست میگه، ما هم امکانات مالی داریم. مردم افغانستان نمیفهمن که داخل مال دروغ میگه. حتی من تاسف میکنم با دو مردی بزرگی دیگه که جناب مارشال صفهی یک وقتی رهبری مقاومت داشتن، یک آدم مطرح بودن و هستن، و آقای خلیلی وقتی میبینن که کشور به طرفی بحران میره، آقای کرزی یک که توضیح میکنه، اینا هم خاموش شدن. اینا به خاطر منطق خاموش شدن، اینا از آقای کرزی میترسن. یک فقط در گذشته میگم، خور میگم در گذشته بار ما وقتی دیپلمات بودیم اومدیم، موضوع عادی هم که بود، بر علاوه که به قوای قضاییه مقننه آقای کرزی مشوره میکرد، رهبرای جهادی را میخواست. طور مثال اگر ضرورت بود تا دستای آقای مجددی را ماج میکرد، استاد ربانی را خدا غرق رحمت کنه مشوره های نیک میداد. حتی من بارها شنیدم امی استاد عبدالرب رسول سیاف که حال دهی دوره ریاست جمهوری کاندید است، گرچه این آدم به 12 سال به دولت گمونه وظیفه نداشتی، هیچ کاری نداشته، به خانه خود بوده، ولی من بارها شنیدم که این آدم به خاطر سرنوشتی ملت آقای سیاف با آقای کرزی مشورای نیکی میداده که حوصله کنین در مقابل مردم. حال به رهبرای جهادی مشوره نمکنه، به سران قوم مشوره نمکنه، دو مشاور داره. حتی در مسائل روابط و سیاست خارجی هم چنان هیچ مشوره نمیکنه سر به. حتی فقط دو بعضی میگن که گاه وقتی به جناب عبدالکریم خرم مشوره میکنه که ایدئولوژی آقای خرم هم به همه کس معلوم است. حالا اگر قرار باشه که در پاکستان به عنوان یک دفتر محور ایجاد شه و گفتمان های صلح آغاز شه، فکر میکنین که سیاست خارجی افغانستان چقدر مثلا میتونه جامع باشه یا میتونه یک سیاست فردی باشه؟ به خدمت شما عرض کردم که این دفتر استخباراتی و دفتر FBI و CIA است. یک دوم، وقتی که هستش مرکزش در پاکستان است، معنای از اینکه پاکستان مورد اعتماد بیشتر است،
کار در اونجا بیشتر صورت میگیره. آقای بیژن اجازه بدین یک موضوع با شما در میان بگذاریم. در حالی که رابطه پاکستان و آمریکا هم چندان خوب نبود، آمریکا از نحوه بمباردمان در وزیرستان شمالی، پاکستان البته از آمریکا انتقاد میکنه و همچنان بستن راه‌های مواصلاتی تدارکات ناتو از طریق پاکستان به افغانستان توقف بود و بسته شد. فکر میکنین اگر دفتری که دفتری برای گفتگوها سر شوه و به افغانستان به عنوان یک راه حل که اشاره شده آماده است پاکستان با آمریکا این چنین کنار بیاید با این دفتر؟ پاکستان بر اساس تفکر امپراتوری بریتانیا به وجود آمد، یعنی میشه بگوییم که فرزند از حقیقی بریتانیای کبیر، اما پس از چند سال این فرزند در خدمت یا در مزدوری آمریکا دو دسته تحفه داد بریتانیا. پاکستان حیثیت یک مزدور داره و مزدور با بادارش چگونه برخورد میکنه او معلوم است. این گونه نبوده که پاکستان مناسباتش با آمریکا بد بوده. آمریکا وارد فاز بعدی از آجندای سیاسیش میشه یا معادلات سیاسیش میشه، دیگه پاکستان به درد آمریکا نمیخوره. حالا سیاست پاکستان چقدر مستقل است نسبت به افغانستان؟ سیاست پاکستان مطلقاً مربوط به تفکر خود رهبران پاکستان است. یکی از دلایلی هم که ما گفتیم تغییر ناپذیر است و منطقا تغییر ناپذیر است و هر گونه انتظار برای تغییر سیاست پاکستان انتظار بیهوده خواهد بود، او برای امی است که سیاست پاکستان در قبال افغانستان فقط و فقط مربوط به تفکر خود پاکستان اما است. اگر قرار باشه آنچه شما اشاره کردین که پاکستان باداره داره، اگر قرار باشه که بادارش از پاکستان بخواهد که سیاست متفاوتر نسبت به افغانستان اختیار کنه، ممکن است؟ نه، اجازه بدین بسیار مختصر بگویم. این خواستن ها هم بسیار منطقی به نظر نمی رسه. سولر من نیاز دارم، سولر شهروندان افغانستان نیاز داره، نه پاکستان نیاز داره، نه امریکا فکر بکنین میتونه نیاز داشته باشه. با این ضعف و با این بی صداقتی که رهبران ما قرار دارن، چگونه ممکن است ما به صلح دست پیدا بکنیم؟ رهبران دولت در رأس رئیس جمهور کرزی به گونه برخورد میکنه که وظیفه خودشون چارزان و ششتن است، یعنی کل کار باید دیگر را انجام بده که بسیار منطقی هم به نظر نمیرسه و حقیقی هم به نظر نمیرسه. شما در خط اول اگر صلح باید بیه، شما باید استاد شوین و برای امریکا شما باید مسیر مهندسی بکنین، برای پاکستان شما باید مسیر مهندسی بکنین. متاسفانه ما در امتداد تاریخ ضعف داشتیم و هیچ وقت معترف وری نبودیم. این ضعف ما برمیگرده یا ای که رهبران ما مزدور بودن در امتداد تاریخ یا فاسد بودن. یعنی ما رهبری ملی که وفادار به ملت افغانستان و خاک افغانستان بوده، حداقل در 50 سال پسین در تاریخ به صورت واضح مشاهده نمیشه. سپاس. به عنوان آخرین پرسش آقای سیدی، اگر موافقتنامه امنیتی با آمریکا به امضا برسه، فکر میکنین که چقدر میتونه تاثیر روی رابطه های سیاسی با پاکستان بگذاره؟ فکر میکنین پاکستان نگرش داشته باشه نسبت به سیاست شما؟ بله، با امضای قرارداد امنیتی کشورهای همسایه ما پاکستان میدونه که این نظام دیگر با زوری بازو و تفنگ نمیتونیم سقوط بکنیم. یعنی 10000 و 20000 آمریکایی یک نوع ضمانتی است، مجبور هستن که از راه مذاکره به مفاهمه پیمان میشه تغییرش داد. تغییر داد، اما اون چرا که میخوام بسیار کوتاه بگم، آمریکا دیگر علاقمندی از این نداره که با آقای کرزی پیمان امضا کنه. راه‌های مختلفی وجود داره که بمانه، دیگه نمیخواد این ارزش و این قدامت با آقای کرزی بده. خیلی سپاس آقای احمد سعیدی و همچنان آقای بشیر بیژن، آگاهان مسائل سیاسی، از حضور شما در بس. سپاس از شما که تا این دم بیننده جستار بودید. تا جستار دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.